بابک اسحاقی از تلاویو با ماست. بابک، چه جزئیات بیشتری از این خبر داریم؟ هشدارهای تقریبا عادی و معمولی هستش که سران حکومت در اسرائیل در سالهای گذشته همچنان اون را تکرار میکنن، هم آقای نتانیاهو هم وزیر خارجه و هم وزیر دفاع اسرائیل بارها تاکید کردند که اگر جمهوری اسلامی خط قرمز اسرائیل را که غنی‌سازی 90% هست رد بکنه، اسرائیل به شدت واکنش نشان خواهد داد و حتی منتظر کمک ایالات متحده هم نخواهد شد. اما یوآف گالانت که دیروز از یونان دیدار کرد و به قبرس هم خواهد رفت، در گفتگویی که با مقامات یونانی داشت گفت که تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و در عین حال نقش جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی در منطقه و کل جهان بسیار نگران‌آمیز استش. او گفتش که گروه‌های تروریستی فرستاده جمهوری اسلامی در خاک یونان دستگیر شدند و قصد حملات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی را داشتند. او گفت که همکاری اطلاعاتی بین دو کشور حدود یک ماه پیش با دستگیری دو عامل تروریستی پاکستانی که توسط سپاه پاسداران برای حمله به اهداف اسرائیلی در یونان به کار گرفته شده بودند علنی شد و این نشان از همکاری گسترده و نزدیک بین دو کشور داره. او گفت این تنها حمله ای نیست که از اون جلوگیری شده. ایران تحت هدایت مستقیم رهبری خودش فعالیت های تروریستی را در سراسر جهان ترویج میده. ما این تلاش ها را در یونان، آلمان، قبرس و دیگر کشورها به گفته وزیر دفاع اسرائیل شناسایی کردیم. او گفت در ماه های اخیر دولت اسرائیل با حملات تروریستی از لبنان، سوریه، غزه و اسرائیل روبرو بوده و همه یک وجه مشترک داشتن و اون هدایت از سوی جمهوری اسلامی بوده. به گفته ایران، به گفته او، جمهوری اسلامی نه تنها تهدیدی برای اسرائیل هستش امروز، بلکه تأمین کننده مالی، مربی، حامی و رهبر تروریسم و خطرناکترین عامل انتقال اسلحه در جهان هم هستش. برای نشان دادن این موضوع او به شش ماه گذشته اشاره کرد که پروازهایی از جمهوری اسلامی ایران به سوریه و از اونجا به حزب الله لبنان و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده. او گفت به در هر صورت اسرائیل اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران یک ارتش ایران را در داخل سوریه ایجاد کنه و اون را سکوی پرشی به گفته او برای سلاح‌های پیشرفته به سوی لبنان قرار بده. او گفت در مقابل این تهدید سیستماتیک عمل می‌کنیم. در رابطه با برنامه هسته‌ای هم همانطوری که گفتید، او گفتش که 60% اورانیوم غنی شده مقدار کافی برای 5 بمب هسته‌ای است. ممنونم از تو بابک اسحاقی از تل‌آویو.